به اسم الله. خداوند مهربان است، انسانها را دوست دارد. افغانستان بزرگ که با کوهی از زخم همچنان با قامت راست و سربلند استاده است. تسلیت به تمام مردم افغان زمین که در هر گوشه از دنیا زندگی می کنند، بخصوص تسلیت به هرات باستان. آسمان خشمگین شد و آواز وحشتناکش زمین را لرزاند. زلزله، تو که سرزده وارد خانه ها شدی و ویران کردی و با آمدنت امرا در سکوت و ناباوری فرو بردی. فکر میکنم زلزله پی در پی سال برانگیز است. ای کاش زمان که آمده بودی مردمان من را نمی بردی، خانه ها را ویران نمی کردی، جان و مال عزیزان را نمی گرفتی. این از رسم مهمانی رفتن تو؟ عجب رسم عجیبه. آنهایی که با تنهای سرد زیر آوار ماندهن، با بیرحمی زمین، آن کلبه ها خانه پاک دلان بود، اما هرزوها، امیدها به خاک یکسان شد. آن که زنده مانده است، با صد تلاش پنجه به خاک فرو می برد، با چیغ و فریاد پاره های تن خود را که در خاک خفته است بیرون می کشند. مادر در کنار جسد کودکش و کودک با چشمان حیران و اشکالود. زلزله، با امین دستای زخمیم التماست میکنم، با امین پاهای خونالودم به پایت میفتم، با همین گلوی زخمی و پر از گرد و خاک فریاد میزنم، التماس میکنم برو دیگر بر نگرد. به خاطر اشکایی که بر چشم مادران پدران به جا گذاشتی، بیم و وحشت که در دل کودکان و زخمهایی که در قلب مردمان گذاشتی، از تو میخواهم وطنم را ترک کن. چون دیگر مردم برای ما نمانده است که با خودت ببری، سر برای ما نمانده که آوارت را بر سر من خراب کنی، زیرا دیگر خانه نمانده است که ویران کنی، چندین قریه را به قبرستان مبدل کردی. زلزله، التماست میکنم برو. چی خاک غمگینی، چی داغ سنگینی، عرفها کوچکن و دردها بی نهایتن. ما در زندگی خود به جز درد، غم، عشق و فرار چیز ندیدیم. نامه از طرف خداوند. زمانی که ندانستی کجا بروی، به سمت من برگرد. بعضی از افراد شما را دوست نخواهد داشت، چرا که نور شما تاریکی آنها را تاریکتر میکند. زنها بی دلیل تغییر نمیکنند. اگر درد و رنج خود را برایت نمیگوید، باید ببینی کجا تکیگاه نبودی. اگر کدام آرزوی نمی کند، باید ببینی کجا آرزویش را کور کردی. اگر امرایت مشورت نمی کند، باید ببینی کجا مسخرش کردی. اگر برایت توجه ندارد، باید ببینی کجا نادیدهش گرفتی. زنها دفتن تغییر نمی کنند، مگر اینکه خودت کار کردی که از خوب بودن دست بکشن. پروردگارا، خودت مواظب عزیزانم باش، که دیوار حادثه ها بلند است و دستان من کوتاه است، که ابرهای بیماری بسیارن و چتر امنیت من کوچک، که اگر تو نباشی خیالم از بابت این چیز راحت نیست. مراقب باش نه روانشان زار شود نه جسمشان بیمار، که من طاقت اندو بیماری عزیزانم را ندارم. فرزندانم را، خانوادم را، دوستانم را به تو مسپارم. خودت آنها را میان آغوش امن خداییت جا کن. خودت ضامن آرامش و سلامتیشان باش، که آنها با ارزشترین دارایی من در روی زمین هستند و من فقط به تو مسپارم، تو که برترین قدرت جهان هستی. دعای از قلب به تمام شما نازنین ها دارم. یا الله، شاد کن دل را گرفته و دلتنگ است. بی نیاز کن کسی را به درگاهت نیازمند است. امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده است. بگیر دستانی که اکنون به سوی تو بلند است. مستجاب کن دعای کسی را که با اشکایش تو را صدا می زند. حامی آن دل باش که تنها شده است.
با دستای مهربانت، با تمام عظمت و تواناییت ببار رحمتت را بر بندگانت. آمین ای مهربان ترین. آنگاه که غرور کس را زیر پا میکنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کس را ویران میکنی، آنگاه که شمع امید کس را خاموش میکنی، آنگاه حتی گوشت را میبندی تا آواز شکستن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده میگیری، میخوام بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی.